در کنار دانشگاه از زهرا بولدوزرها آمدن و خونه رو بر سر مردمان ویران کردن. در سوریه 30,000 خونه ساخته میشه. در لبنان چنین کردن. در ونزوئلا چنین کردن. در همون تهران، در همون حوالی میدون ونک خونه‌ای ساختن که به دلار میفروشن و بالای 5 میلیون دلار قیمت اون خونه‌ها هست در کامرانیه تهران و جاهای دیگه. جناب شالنگی، این تصاویر چند وقتی است که دل بنده و شما رو و هر کی اون رو دیده به درد می‌خوره. 70 سال آدمی در اونجا زندگی کرده، جوان بوده، بچه دار شده، نوه دار شده، سخت بالا سرش بوده این خونش، تازه غیر قانونی هم نگرفته، این خونه رو گرفته در ازای قسطایی که داده. در حال دانشگاه الزهرا، یکی دیگر از مراکز مافیایی رژیم، دیده که زمینا گرون شده، اونجا به فکر تصرف افتاد. اون وقت چطور یه مبلغ جزئی به اینا بدن که باش قادر نیستن یه اتاق بگیرن، چه برسه به یه خونه؟ و این آقای سیدعلی، آقای خامنه‌ای که در جنوب لبنان 7,000 خانه برای حزب الله ساخت، کودکستان، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، و نه فقط در اونجا، شما هر جا میرید کرم مقام معظم رهبری شامل حال شیعیان یا علی گوی یا سید علی گوی شده، الان هم در سوریه دارن میرن خانه میسازن. اینا همه جا، هر جا شما بیرن، مثلا مرکز اسلامی دارن دارالزهرا در غنا، اون بغل رفتن اینا که شیعه شدن براشون خونه ساختن، و انواع و اقسام در عراق همینطور برای ساختن مقبره فاطمه زهرا که در بقیع بنده و شما رفتیم اونجا دیدیم، و اونجا دارن یه قبر قلابی میسازن با میلیاردها تومان خرج، یا برای حضرت علی که خیلی قبه و بارگاه باشکوهی داشت، درست بود همین صدام این آخری یک گنبد طلای عالی براش ساخته بود، دوباره برای اینکه یه دکون درست بشه و بتونن بالا بکشن، اونجا هم یه بساط را انداختن. حاج قاسم سلیمانی هم میره مراسم رو بازدید میکنه. اینها نشانه اینه که ما به اون حقیقتی که به دفعات بنده و شما اشاره کردیم میرسیم که اینها بیگانن، اینها ایرانی نیستن، اینها به سرزمین ما مثل یکی از سرزمین‌های اشغال شده نگاه میکنن. اینها درست همون سعد ابن ابی وقاص هم دوباره در هیئت تازه با عمامه‌های جدید اومدن ایران رو اشغال کردن، و در این اشغالگری، غارت ایران، تعرض به نوامیس مردم و این فشارهایی که میبینیم بر آحاد ملت میاد، جزو سیره و جزو اخلاق و عادات و روششونه. نمونه های تاریخی داریم، نمونه های روشنش هم الان جلوی ماست و آشکارا میبینیم. اینهایی که مدعی ان ولی فقیه از رحم مادر اومد یا علی میگفت، حقا که واقعا فرهنگ و ادبیات و روش علی رو خوب پیاده کردن، عملا داریم مشاهده میکنیم و چیزی جز این نمیتونم بگم که اگر واقعا ما ملت تکون نخوریم، اگر حرکت نکنیم، اینها ایران رو به باد خواهند داد. نقشه اینا واقعا اینه، برای 3 نسلشون هم 4 نسلشون هم پول بیرون فرستادن، خونه و زندگی هم از نواده امام خمینی تا بقیهشون در کانادا و نیوزیلند و جای دیگه خریدن، گذرنامه هم دارن، یک کشور ویران بگذارن برن که در حمله مجدد مسلمین شیعه به ایران این بار این اتفاق افتاد. جناب شالنگ عزیز، ببینید در ایران مالکیت از سوی این نظام به عنوان یه حق قانونی شناخته نشده، بلکه به عنوان عطیه از سوی فرمان روایان پذیرفته شده است. در نتیجه سلب مالکیت از افراد با عنوان شبه قانونی، عرض کنم، مصادره ها، دادگاه های انقلابی هنوز ادامه داره. مصادره هایی که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار میگیره، یعنی زیر نگین ولی فقیه قرار میگیره، خانه های مسکونی مردم، املاک بازرگانی تجاری مردم، املاک بدون صاحب و تمامی مواردی که تحت مصادره قرار میگیره به عنوان خلافهایی که به طرفها استناد میکنند، تمامی اینا در اختیار ستاد اجرایی قرار میگیره. ملاحظه بفرمایید، به این ترتیب
اصل مالکیت به عنوان حق در ایران به رسمیت شناخته نیست، بلکه به عنوان عطیه است که مثل دوران سلاطین قدیم باید سرسلطان به دیگران ببخشه. در نتیجه آقای خامنه‌ای میتواند به کسانی که دوست داره منزل رو هدیه کنه، ویلایی رو ببخشه، به طوری که در همین اواخر در داستان ویلاها معلوم شد که ویلاهای چند صد میلیارد تومانی در اختیار چه کسانی قرار گرفته و اینا در مصاحبه ها اعلام کردن که این حق ماست، برای اینکه این حق مسلمینه، یعنی مسلمینی که بر کفار غلبه کردند املاک اونها رو به غنیمت میبرند به عنوان انفال. مثلا آقای فلاحیان گفت که این حق ماست، ما اینو به غنیمت گرفتیم. همینطور دیگرانی که این حرف رو نگفتن، آقای خاتمی اصلاح طلب در کاخ عرض کنم آقای دکتر اقبال می نشیند و به روی مبارک نمی آورد که اینجا قصبیست مال شخص دیگریست. در اونجا اگر اهل نماز خواندن باشن نمازشون نباید درست باشه، ولی می گوین من این رو به حلالی گرفتم. از دست کی گرفتم؟ از دست خمینی که او غصب کرده است قضیه رو. ملاحظه بفرمایید اصل قضیه در اونجاست، اینکه در ایران همین لق شدن، بی اعتبار شدن مقوله مالکیت اقتصاد ایران رو پایه هاش شست کرده و هیچ کس به آینده خود اعتماد نداره. این از اون مسئله نشأت میگیره و متاسفانه این رو وارد قوانین کردن. یعنی شما صنعت نفت ایران، دارایی های زیرزمینی، معادن رو وقتی جزء انفال حساب بکنید، یعنی جزء غنیمت های جنگی که 20% از همون لحظه اول مال ولی فقیهه و دیگری ها هم به فرمان ایشان توزیع می شود. به این ترتیب در ایران ما در واقع به کشور سرکار نداریم، با یه دولت سرکار نداریم، با یک عرض کنم به اصطلاح انقلاب سرکار داریم که در اونجا تمامی قواعدی که اطلاق می شود قواعد ما قبل دنیای مدرنه، قواعد بدوی دوره های اعراب بدوی بیابانگرده که امروز در ایران اطلاق میشه به عنوان فقه. یعنی مجموعه ای که به عنوان فقه در ایران مطرحه، اینا یک سری اصول عقب افتاده قرنها پیشند در کشورها، در کشور که نمیشود گفت کشور که نبودن، در قبایل عقب افتاده امروز به صورت فقه مدون دارن اجرا میکنن اینها رو. در نتیجه مقوله مالکیت که ما طبعات اون رو به این صورت میبینیم از اونجا ناشی میشه و این رو آقایان مباح میدونند. و همونطور که آقای دکتر میگه دقیقا قضیه انفاله و همون اتفاقاتی که در صدر اسلام میفتاد، میرفتن اموال مردم رو میگرفتن و توزیع میکردن، الان هم داره اتفاق میفته و این حکایت تراژدی که در سر تا سر کشور ما باش رو برست. منتها ببینید آقای چالنگی عزیزم، شرح درد و ما سالهاست داریم میدیم و به نقطه ای رسیدیم که تقریبا برای اکثریت مردم این حکایت، این قضیه آشکار شده که این رژیم نه اسلامیه، نه مقدسه، نه هیچ ارتباطی با خدا داره. این حرکتی که در داخل ایران میبینیم، این باید یه حرکت همگیر بشه. نمیشه همینجوری دو روز تظاهرات اینجا بعد متوقف بشه و بره. باید نظم و ترتیبی داد. این رژیم باید بره. این رژیم دشمن ایرانه، دشمن حاکمیته. دیروز دریای مازندران رو دادن، فردا جای دیگر رو میدن. اینا براشون اصلا اهمیت یک واحد جغرافیایی فرهنگی به نام ایران نداره. اینا 13,000 تا امامزاده درست کردن. ایران اونای امامزاده ها دکان درآمده. و عراق برن، عتبات خوب، خیلی هم خوبه اگر پاشن برن و ملت ایران رو از این مصیبت نجات بدن. اما اگر نرن، این بر عهده ملت ایرانه. همونطور که در طول تاریخ ثابت کرده، بر همه قاضیان و فاتحان غلبه کرده. اینها رو هم باید از قدرت پایین کشید. من واقعا جز این راهی برای این رژیم نمیبینم، چون اصلاح طلبش نشون داد که ایرانی نیست و در اندیشه ایران نیست. الباقیشون هم که دیگه تکلیفشون معلومه.
آیت الله خمینی مدعی بود که پیامبر اسلام سرگرم غزوات بودن، نتونستن حکومت اسلامی پیاده کنن، امام اول شیعیان هم نتونست، برای اینکه باز هم دوچار به گفته ایشون توطئه بودن و از این سخن. ما آمدیم که چنین کنیم، مرجعیت هست و روحانیت هست و بقیه. حالا اگر این حکومت اسلامی نیست، اساسا آیا یک حکومت دینی میتونه مملکتی رو در قرن 21 اداره کنه، هم از اسلامی یا غیر اسلامی؟ اساسا یک حکومتی که بر مبنای دین باشه، حالا در اینجا اسلام و شیعه، توانایی همگامی با جهان معاصر رو داره؟ مقوله سیاست جناب چالنگی یک مقوله زمینی است، یعنی به مقوله قدرت که از اراده افراد برمیخیزه برمیگرده. نحوه سازمان دادن و نشأت دادن به این اراده کار امر سیاسته. در نتیجه اگر اراده مردم انسانها در میان باشه، در اونجا به مسئله عرض کنم آسمانی جایی نمیمونه. در نتیجه مقوله سیاست با آسمان ربطی نداره. مقوله سیاست یعنی اداره کردن رفاه، زندگی، تأمین شرایط، تأمین معیشت برای مردم. تأمین معیشت مال خود مردمه، ولی تهیه شرایط اون، تأمین شرایط اون کار سیاستگر و امر سیاسی است. به این ترتیب تمامی ادعاها که هر دینی ام از اسلام یا غیر اون میتواند کار سیاسی بکنه باطله، به خاطر اینکه سیاست امریست با ضرورت‌های روزمره و این اراده افرادی که در اون زندگی میکنند تعیین کننده اونه. در نتیجه این نظر مردم است که میتواند، ولی وقتی شما به یک دوگم میرسید، به یک امر جذری میرسید، شما ببینید این سؤال اساسیتون که متاسفانه در میان دین اندیشان، در میان به اصطلاح نو اندیشان نیست، حتی در میان نو اندیشان اسلامی ایجاد توهم ها گرفتاریایی کرده. شما به تمام بیانات این آقایون نگاه بکنید، مطالبشون بخونید، نوترین نو اندیشان، اونا رو ببینید، در نهایت یه ملغمه ای از عرض کنم اراده مردم و مسلمات دین رو به مردم عرضه می کنن، بیان که معلوم کنن که مرجع و منبع مسلمات دین چه باید باشد، و در نهایت کنترل باید در دست صاحبان یا مفسران اون مسلمات دین باشه. تمامی این تفسیرها، تمامی این به اصطلاح بزرگان نو اندیش حرفای بی ربط میزنن و جسارت این رو ندارند که در این زمینه به گفتگوی جدی بنشینن. اینا از درک دموکراسی ناتوانند، اینا از حرمت و کرامت انسان بدورند و بافندیگری که میکنند علیه حرمت به نفس انسانه. به این ترتیب از ماجرای رنسانس و رفرماسیون اروپا به بعد که در صده های اخیر به ویژه در دهه های اخیر نوسازی شده، جایی برای امر الوهی در امر سیاسی نمیمونه. امر سیاسی مال مردم، از اراده های مردم برمیخیزه. همینطور امر اقتصاد مسئله ای نیست که در اینجا اندیشه دینی بتونه تحوهی عرض کنه. چنته تمام آقایان به جرأت عرض میکنم، چنته آقایون خالی است. من این رو نه امروز، همون 40 سال پیش در پلتفرمای رسمی ایران گفتم که آقایون اگر جرأت میکنند درباره اقتصاد اسلامی صحبت کنند، تشریف بیارن در هر تلویزیونی، مشروط به اینکه 3 روز پیش من رو در اوین شکنجه نکرده باشن، بیان اونجا بشیم با هم صحبت کنیم، با تمام مدعیانشون، با تمام مدعیانی که دم از اقتصاد تولیدی توحیدی میزدند، دم از اقتصاد اسلامی میزدند. حدود 20 تا 25 تا کتاب و جزوه‌ای که منتشر کرده بودند، من اینا رو کتاب درسی دانشگاه کردم، همشو دادم به دست دانشجویان اسلامگرا، گفتم اینا رو بخونید. پاسخ سوالهایی رو که در درس کلاسیک اقتصاد مطرح میشه شما از این مراجع بکشید بیرون.
بعد از دو ماه همه اینها به گل نشستن و اومدن که آقا جواب این سوالها که در این کتاب درسی اقتصاد مطرحه از این جزوات در نمیاد، برای اینکه وجود نداره. عنایت بفرمایید، اینا اون روز فکر میکردن چون تدوین نشده است، ولی چنین چیزی اقتصاد مالی نیست که شما بشینید و ببافید، بلکه علمی است مثل علم فیزیک که 300 سال از عمرش میگذره، مدل داره، فرمول داره. به همین ترتیب منحرف نشم از سوال شما که امر سیاسی بود و امر اقتصاد، جو به هم مربوطند. بیان ساده این است که هیچ دینی، نه مسیحیت، نه یهود، نه دین شینتو، نه دین جین، نه دین برهما، نه دین اسلام، چیزی در عرصه اقتصاد و سیاست برای عرضه ندارند. اینا عرصه های خصوصی وجدان آدمی است و آدمی با همون وجدان میتواند در سیاست شرکت بکنه. آیت الله خمینی آمده بود و در سخنرانی اول خودش در بهشت زهرا گفته بود که نسل‌های پیشین حق نداشتن برای ما انتخاب کنن وضعیت امروز رو، بنابراین حتی اگه برای خودشون، ولی برای ما الان ما میخوایم نظام تازه‌ای رو انتخاب کنیم. به آقای محمد جواد ظریف رو میبینیم که میگه که اینو مردم ما انتخاب کردن، و اون دیگری که عطاالله مهاجرانی باشه و زخمای ملت ایران با خنده های آزاردهندهی که از طرف بسیاری آزاردهنده توصیف شد اظهار اطمینان میکنه که این نظام نه تنها بر حق به نحوی بلکه ماندگار هست برای همیشه. حالا هست یا نیست بحث دیگری است. ببینید آقای چالنگی، در تونس در یه شهر کوچولو یه نفر فقیر آدم دست فروش خودش آتیش زد و حکومت سقوط کرد. یعنی انقدر اون آقای بن علی شرافت داشت، وقتی دید چنین شورشی شد به جای اینکه با تفنگ سرکوب بکنه سوار هواپیما شد، دست زنش رو گرفت و رفت. در خود ایران محمد رضا شاه وقتی موج مخالفان رو مشاهده کرد، علی رغم اینکه بعضی از جنرال ها و دولت مردم بهش میگفتن آقا چیزی نشده، از این اتفاقا قبلا افتاده، بمان و مقاومت کن، به ارتش فرمان آتش بده، نکرد. چون گفت وقتی مردمی مرگ منو میخوان، وقتی مردمی نمیخوان منو، من با تفنگ خودم رو تحمیل کنم. دوباره چند روز بعد، چند سال بعد همین ماجرا تکرار خواهد شد. اما وقیح‌تر از اهالی ولایت فقیه کسی وجود نداره، و از اونا وقیح‌تر اینایی که مثلا اومدن خارج، مثلا به خاطر قضایای مختلف اومدن خارج و اینجا نشستن دارن باد به کباب ولی فقیه میزنن. این دیگه برای آدم غیر قابل تصوره. هرچی هم زور میزنن اون بابا قبولشون نمیکنه. نامه مخفی، نامه با واسطه، التماس دعا فایده نداره، برای که اون بابا هم تو دنیای خودش میگه اینا قابل اعتماد نیستن. منظورم اینه توجیه رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل قبول نیست. ملت ایران حرفشو زد. ما سال 88 از یاد نبریم، جمعیت میلیونی بود. همین دی ماه گذشته را از یاد نبریم، در صد و اندی شهر ایران مرگ بر اصل ولایت فقیه گفته شد. فقط یک نظامی باید از خط وقاحت عبور کرده باشه که هنوز هم وزیر خارجش بیاد این ادعاها رو بکنه. و واقعا دزد با چراغ آقای ظریفه، چقدر قدر خودش رو کم کرد. این آقا رو میخواستن به عنوان امیرکبیر و مصدق به ملت جا بزنن بعد از برجام، ولی واقعا نشون داد که در حقارت اگر خیلی بخوایم بهش نمره بدیم، میزا آقا خان نوریه. این همونه که میزا آقا خان امیرکبیر گوش شاه رو میگیره، بهش آموزش میده، میزا آقا خان میگه دو تا خانوم بردارین برید داوودی حال کنید، کارا رو بسپرید دست ما. همین آقای ظریف، امثال آقای ظریف ما تو تاریخمون دیدیم دیگه، نمونه‌ای هست. و متاسفانه روشنفکران دینی هم هنوز گرفتارن. هنوز شب که میره خونه میگه ای داد من امام زمان رو نفی کردم، نکنه بچه‌م کور بشه. هنوز گرفتاره. هنوز میگه من گفتم قرآن وحی الهی نیست، شاید فردا زنم سرطان بگیره. اینه که در جدالی که با خودشون هستن، 40 سال 50 سال
اون تربیت پامنبری رسوباتش هنوز هست. واقعا ما یه مارتین لوتر میخوایم به معنای واقعی که بلند شه و مذهب شیعه رو نجات بده، ولی مذهب شیعه هم مثل مذاهب فراموش شده بین خواهد رفت. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که در یک ماه تورم 5.5% بوده، یعنی در یک سال حدود 60-65% اگر چنین ادامه پیدا بکنیم. و بعد وارد جزئیات نمیشوم که تورم از ماهی به ماهی، از دوتا ماه مشابه به اصطلاح تورم های نقطه به نقطه، از این قضایی به اصطلاح فنی میگذرم. مسئله این است که تورم 40-50-60% و بالاتر از اون برای مردم محسوسه، یعنی مردم احساس میکنن که قیمت ها ساعت به ساعت دگرگون میشه و بالا رفتن عمومی قیمت ها در طی این ماه گذشته نه 5%، بلکه تا اطلاعاتی که من گرفتم از افراد مختلف و متعدد بالای 20%، 30% بوده در این ماه. به این ترتیب نظام پولی ایران دچار یک گرفتاری بنیادی است و این گرفتاری بنیادی از اینجا ناشی است که تولید ملی ایران طبق آخرین ارقام بانک مرکزی 1400 تریلیون تومان است. 1400 در برابر این تولید ناخالص ملی 1600 تریلیون تومان نقدینگی وجود داره. معمولا نقدینگی یعنی پولی که یا به صورت پول مسکوک وجود داره یا به صورت پولهای دیجیتال و اعتباری در نزد بانک ها به حساب اشخاص و شرکت ها وجود داره. در نتیجه مجموعه این نقدینگی باید بچرخد تا چرخ اقتصاد رو بچرخونه، ولی وقتی 1600 در برابر 1400 بچرخد معنیش این است که حتی یک واحد پول در عرض یک سال یک بار نمیچرخه. برای اینکه یک بار به چرخه باید در برابر 1400 1400 داشته باشه. وقتی 1600 می شود کمتر از یک سال، کمتر از یک بار می چرخد. معنی این سخن وجود رکوده در اقتصاد ایران، رکود وجود داره. منتها تالی فاسد این نوع رکود این است که اون پولهای اضافه که در حسابهای شرکت ها، به ویژه شرکت های خودی، دست های خودی، حساب های افراد متکی به این قدرت موجودند، اینا وارد چرخه گردش یا چرخه تولید نمیشن، بلکه مترصد میمونند تا مجالی برای سودجویی پدید بیاد. این مجال ممکنه در بازار ارز باشه، در بازار مستغلات باشه، در بازار طلا باشه، در بازار قاچاق باشه یا هر بازار دیگری باشه و انواع فسادهای دیگر. در اونجا وارد که شد اون بازار رو به حد انفجار دگرگون میکنه. همین حرکت قیمت ارز در کشور طی این چند ماه یکی از تبعات این نوع نقدینگی است. ولی این مسئله نباید معصومانه ازش گذشت. مشکل این است که چگونه است که این همه نقدینگی پدید میاد. ریشه قضیه بسیار بسیار طولانی است، ولی من خیلی مختصر عرض کنم. برای اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی، همشون دولت‌های جمهوری اسلامی، سیاست پولی نداشتند. سیاست پولی مجموعه اقداماتی است با اهرم‌های شناخته شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ قدرت خرید پول ملی. در نتیجه هیچ بانک مرکزی مسئولی اجازه نمی‌دهد که پول بیش از نیاز گردش تولید ملی چاپ بشود، صادر بشود. ولی در ایران اینجور انجام می‌گیرد. دلیلش هم روشن است. چرا اینطوری می شود که اول پول صادر می شود و بعد از اون ما دنبال قیمت ها می دویم که قیمت ها 2 برابر شد، 3 برابر شد، 15 برابر شد. برای اینکه پول در برابر اون سنجش های بانک مرکزی صادر نمی شود، بلکه در برابر فشار
دستگاه‌های خودی، شرکت‌های خودی که چک صادر می‌کنند و بانک مرکزی در واقع اداره پرداخت چک این شرکت هاست. یعنی وقتی دولت از یک سو چک صادر می‌کنه، بانک مرکزی این توان رو نداره که بگه شما برای این اعتبار مصوب ندارید، من این چک رو پاس نمی‌کنم، برمیگرده. یا وقتی شرکت‌های مربوط به صنایع پولاد، پتروشیمی این چک را می‌فرستن، بانک مرکزی پول می‌پردازه برشون. در نتیجه بعد ما با این پدیده رو بروشیم که مقدار پول به شدت افزایش پیدا کرده. فقط یک نمونه دیگه عرض کنم، ببینید بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 100 هزار میلیارد تومان فراتر رفته. معنی این سخن چیه؟ معنیش این است که اون پولی که باید بانک مرکزی، بانک خصوصی به عنوان رزرو بگذاره در نزد بانک مرکزی، در نتیجه نتواند اون رقم رو وام بده به دیگران، به گردش بندازه، اون از خود نگه میداره و بعد اون رو به درخواست کنندگان وام میده و این پول به عنوان پول محکم عمل میکنه. یعنی وقتی وارد بانک مرکزی میشد از حرکت باز میستاد. در نزد این بانک خصوصی هر یک واحد این پول حدود 7 واحد پول ایجاد میکند، در نتیجه نقدینگی منفجر میشه. پس پشت قضیه اساسی این مسئله است. که برگردم به قسمت دوم سوالتون که سوال مرکبی بود، اگر مختصر بفرمایید ممنون میشم، برای اینکه وقتمون کم است. بفرمایید. خیلی مختصر در یک دو جمله عرض کنم مقوله عرض کنم تحریم ها. تحریم های این بار قطعا مؤثرتر از تحریم های سابق خواهند بود، برای در اینجا به دو دلیل. اولا راه های دور زدن تحریما که جمهوری اسلامی به اصطلاح ابتکار کرده بود بیشترشون شناخته شده است و لو رفته است. دوم اینکه این بار نه فقط نفت ایران بلکه میعانات گازی هم تحت تحریمند. همین میعانات گازی که روزانه 300 هزار بشکه صادرات داره، قبلا به عمد یا به سهو از قلم دولت اوباما افتاده بود که آقای ترامپ این را هم وارد کرده است. در نتیجه قضیه بسیار سفتر خواهد بود. این تحریم‌ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و اینکه بعد از این همه مرگ بر آمریکایش غلطی نمی‌تواند بکند، ملتمسانه متوصل به قرارداد و پیمان‌نامه 1955 شدند، حکومت ایران در زمان شاه و آمریکا، آیزنهاور و حسین علا امضا کنندگانش بوده. اینم آقای چالنگی نشانه وقاحته، اینم نشانه وقاحته. شما از دیوار سفارت آمریکا رفتید بالا، 52 آمریکایی رو خلاف ارادهشون 444 روز گروگان گرفتید، شکنجهشون کردید. من خودم در واشنگتن با یکی از این گروگانا صحبت کردم، گفت همین خواهر مری، خانم ابتکار، شب می اومد در جایی که ما تهدید به تجاوز می شدیم، ایشون هم با شوهر آیندهشون می ایستادن. منظورم اینه، اون وقت شما روتون میشه برید بگید امریکا عهدنامه مودت رو شکسته؟ چند تا آمریکایی رو شما گروگان گرفتید؟ سفارت آمریکا در بیروت رو منفجر کردید، مقر تفنگدارا رو، بمبای کنار جاده ایتون تو عراق چقدر امریکایی کش؟ و خیلی وقاحت، فقط آخوند این وقاحت رو بلده و سه آقای جواد زریف، یعنی از کسی دیگه بر نمیاد. بنابراین اون که اصلا مسخره است، خنده داره، یعنی آمریکا فقط یه جلسه وکیلش بره داستان گروگانگیری رو بذاره رو میز قاضی، اینا باید با گردن شکسته بیان بیرون. یکی از وکلای آمریکا در دادگاه گفته که آقا اینا آمدن من شکایت کردن که تحریم ها باعث ضربه زدن اقتصاد ایران رو ویران کرده. گفته که این حرفای آیت الله خامنه ای هست که گفته تحریم‌ها هیچ اثری روی اقتصاد ما نداره. استناد کردن به همین حرف. بفرمایید. بله. آقای خامنه ای در سخنرانی اخیرشون اشاره کردن که بله من اجازه میدم با اروپا حرف بزنید، ولی خیلی اعتماد نکنید. شما در اول برنامه اشاره کردید که وزیر خارجه فرانسه چه گفته. الان اروپایی هم زیر فشار شدیدن. اولا شرکت هاشون حاضر نیستن
با یه برو جلوی دولتاشون برن تو ایران و بعد گرفتار بشن. اینه که توتال میاد بیرون، بقیه میان بیرون، فروش هواپیما ها متوقف میشه و غیره. اما این نکته به نظر من جالبه. اروپایی ها الان دارن میرسن به اون نقطه ای که باید یه تصمیم جدی بگیرن. حالا برای توجیه این تصمیم جدی حداقل باید با جمهوری اسلامی صحبت کنن که آقا از یمن بیا بیرون، حداقلش از یمن بیا بیرون، حالا مال سوریه هم ترتیباتی داره داده میشه ولی از یمن بیا بیرون. بعد فقط هم مسئله به اینا ختم میشه، رفتار رژیم با مردم هم الان اضافه شده. پیغامایی که پنهانی به رژیم دادن، اگر شما اینو، امریکا صریحا گفت، اروپایی‌ها به طور زیر لبی که اگه شما بخواید مردم رو سرکوب بکنید، کشتار بکنید، ما نمیتونیم کنارتون بایستیم. اینه که رژیم خودش میدونه نه اروپا اروپایی است که منهای آمریکا بخواد با اینا رفاقت کنه. بعد هم انقدر اینا پرونده کنه سیاه تو اروپا دارن که کافیست چند تا از اونا بیرون آورده بشه. اینه که من گمان میکنم این تحریم ها کمر رژیم رو بشکنه. البته برای مردمم مصیبت داره، ولی برای عبور از هر مشکل و مصیبتی تحمل یه مقدار دردم ضروری است. برای تولدی دیگر این زایمان دردناک رو مردم باید تحمل کنن تا بشه از این مصیبت عبور کرد و رسید به اون نقطه ای که ایران با این همه قابلیتاش جایگاه خود رو در دنیا پیدا کنه. سپاس بسیار از شما آقای علیرضا نوری‌زاده در گوشه ای از اروپا دورتر از لندن، و با سپاس از شما آقای حسن منصور در حوالی لندن انگلستان. سپاسی دوباره از شما گفتنی ها بسیار و وقت ما کم.